الحركات في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. حركات در نماز بخمس قسم تقسيم. يعني أي حركة تكون في الصلاة نرجعها إلى حكم من الأحكام التكليفية الخمسة: حركة محرمة وحركة مكروهة وحركة مباحة وحركة مستحبة وحركة واجبة. بإن بيدين معناس كهر حركتي كدر نماز صورت میگیره اون رو به انواع پنجگانه احکام برمیگردونیم که اون حرکت چه بسا واجب هست، اون حرکت چه بسا سنت هست، اون حرکت چه بسا حرام هست و موارد دیگری که در ادامه ذکر میشه. الحركه المحرمه، حرکتی که حرام هست از این قراره. حركه كثيره متواليه عرفا لغير حاجه، قلنا يتحرك حركه كثيره تضاطرها تظن غير مصلي. حرکت حرام حرکت کثیر و فراوانی که به صورت پشت سر هم انجام میشه به گونه ای که کسی که بیرون از نماز هست گمان بکنه که این شخص در حال نماز نیست و از روی غیر ضرورت این هم صورت بگیره که این جزء مبتلات نماز هم هست. یرفع بصره للسماء، ینحرف عن القبله، این که چشمان خودش رو به سوی آسمان بلند بکنه یا از سمت قبله برگرده و در جهت دیگری قرار بگیره. یاکل یشرب، بخوره يا بيا شامه. نعم. الثاني حركة مكروهة وهي حركة قليلة يسيرة لكن لغير حاجة. نوع دوم حركات در نماز حركتي هست که مكروهه، يعني حركات كمي انجام بده که جزء نماز نیست و نیازی هم بهش نیست. مثاله التفات يسير في الصلاة، التفت التفات يسير، التفات كثير قلنا محرم، التفات يسير مكروه. كي به عنوان مثال در رابطه با حرکت مکروه میتونیم حرکت اندک رو به مثال بزنیم، گفتیم که اگر حرکت زیادی باشه جزء مبتلات نماز هست و حرام است، اما حرکت های کم جزء مبتلات نماز نیست، فقط مکروهه. نعم. الحركه الثالثه، نوع سوم از حرکات مربوط به نماز از این قراره، حركه مباحه يتحرك لحاجه، اذا كانت الحركه لحاجه. مثال الان يعني النظاره سقطت منها على الأرض وخاف أنها تكسر، يأتي إنسان مثلا يسرقها فحملها بأدنى حركة وضعها في جيب يصح مثلا، أو جاءت ذبابة على أنفه وأزالها. حركة مباحة از این قراره که اشکالی نداره که به قصد از روی ضرورت در نماز این کار رو انجام بده، مثلا عینکش بیفته و از ترس این که کسی از روش رد بشه و بشکنه با کمترین حرکات اونو برداره و در جیب خودش میذاره. این حرکت جزء حرکت‌های مباح در نماز هست. نعم. الرابع حركة مستحبة وهي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة كسد الفرج مثلا. حركت چهارم که مستحب هست به عنوان مثال جای رو انتخاب بکنه که سره رو انتخاب بکنه یا در مکانی به نماز بیسته که کسی از جلوی نماز رو رد نشه. نعم. الاخیر الحركه الواجبه هي الحركه التي يتوقف عليها صحه الصلاه، ان لم يتحرك كانت الصلاه باطله. يعني مثال الان وجد على الطاقيه نجاسه وهو يصلي، ماذا يصنع؟ لابد ازاله هذه الطاقيه. نعم. این نوع حرکت که پنجمین نوع حرکت از حرکت‌های نماز هست، حرکت واجب هست. بدین معنا و مفهوم که اگر اون حرکت رو انجام نده یا اون کار رو در نماز انجام نده، نمازش باطل است. به عنوان مثال بر روی کلاه خودش در ضمن نماز متوجه میشه که نجاست قرار داره و اگر این نجاست رو برطرف نکنه و کلاه رو کنار نگذاره یا نجاست رو برطرف نکنه، نمازش باطل هست. لذا بر اون واجب هست که این حرکت رو انجام بده، یعنی به ازاله و برطرف کردن نجاست بپردازه. نعم. فأي حركة في الصلاة نرجعها إلى هذه الأحكام الخمسة والله أعلم. لذا هر حركتي رو که در نماز انجام میشه به این احکام پنجگانه‌ای که گفتیم برمیگرده.